دوستان عزیز سلام علیکم شما خوش آمدید میگم باش پس خانه نوریه علی بسیار خوش هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم با یک ویدئوی کاملا جدید نظر به تقاضای دوستای مهربان که بر ما ایمیل روی کرده بودن ما امروز با شما در نظر گرفتیم که یک کباب مرغ پخته کنم کلبد یک کباب مرغ داش پخته میشه و ما طریقه پختنش به شما نشان میدم و چیزایی که موادی که به اخته کردن از این مرغ داشی یا کباب مرغ ضرورت است ما برای شما میگم بر پخته کردن از این کباب داشی یا کباب مرغ ما تقریبا دو پوند یا یک کیلو پای مرغ در نظر گرفتیم پخته کنم که من این اول اخته میکنم بر اخته کردن از این پای مرغ ما ضرورت دارم به یک قاشق کلان سیر خشک یک قاشق کلان گشنیز خشک یک قاشق چای خوری مرچ سیاه نمک به قدر ضرورت یک قاشق چای خوری پاپریکا و نیم قاشق یا از نیم کمتر رنگ دیگ یا رنگ زرده و یک قاشق چای خوری مرچ تند سرخ گرفتیم که البته شما میتونین اگر خوش ندارین میتونین اضافه نکنین همچنان دو قاشق کلان تنخوری آرد میده یا آرد عادی رو در نظر دارم و اینجا مسکه دارم که البته مسکه رو بعدا بر شما نشان میتونم که به خاطر چی مسکه رو استفاده میکنم و ما بر اخته کردن از این مرغ از این پلاستیک استفاده میکنم البته این زیبلاک است ایره ما تمام مواد خوش که در بین از این زیبلاک میدازم و مرغ خود در بین از این اخته میکنم البته باید یک ذره این اول چی کنیم شور بکنیم که تمام مواد با هم مکس شود و بعد از او این مرغا را در بین از این مندازم اینال سر خلطه را بسته می کنم و خوب این را با هم مکس می کنم که تمام مرغا با این مواد که داخلش هست تمام مرغا با یک اندازه امره این مواد خوش مکس شدن و این باید براتون بگویم که اگر شما خوش ندارین که به پلاستیک مرغا را اخته بسازین میکنین از کاسه ها یا بعضی ظرفی که در اختیار دارین استفاده کنین مگر به نظر من این بهترین است برای اینکه تمام مرغا با یک سان مواد به خود میگیرن تقریبا بعد از مدت نیم ساعت که ما مرغا را اخته کرده مانده بودم مال وقت رسیده که ما مرغای خود را پخته کنیم البته به خاطر پخته کردن از این مرغ ما از این پن استفاده میکنم و روی پن از این آلومینیوم فایل میگیرم که تا اینکه مرغ بهش نچسبه یا نسوزه و این ماسکی که قبلا به شما نشان داده بودم آل نیم از ایره ما در داخل از این پن خود مندازم و میمانم که یکمک او شوه ماسکه و بعد از اون مرغا را در سرش میچیم و ایره ما در سر گاز خود میمانم در چند دقیقه که تا ماسکه او شوه ماسکه را ما در بین پن انداختم میره تقریبا ماسکه او شد اینال ما میمرغایی را که اخته کرده بودم در بین پن خود میمانم و داشت تقریبا ما مدت 15 دقیقه پیشتر داشت روشن کرده بودم البته با درجه حرارت 450 ماندیمش که خوب داغ شده اینال من پن خود که مرغا را در بایش چیدم داخل داش میمونم برای نیم ساعت می را داخل داش میمونم و بعد از نیم ساعت بر شما نشان میتونم که چی میکنم من مرغ تقریبا مدت نیم ساعت در داخل داش ماندم حالا وقت رسیده است که من بیرون بکشم و ببینم که سرخ شده اگر سرخ شده میخوام روی دگاهش دور بدم و بازم یک 15 دقیقه دگاه من رو در داش میمونم و بعد از او بر شما نشان میتونم
دوستان عزیز من تقریبا مدت 45 دقیقه نیم ساعت اول ماندم مرغ را که پخته شوه و بعد از 15 دقیقه آخر روی مرغ را دم داده و 15 دقیقه دیگه ماندم که پخته شوه البته به مون درجه 450 درجه حرارت ما تغییر نداره این حال ما حال بخین مرغ ما پخته شده و در غوری ما کما که ترکاری یا سالاد ماندیم حال به مرغ را در بین از غوری که ترکاری را چیندیم میکشم و این ساس که در بین پان مانده سیار آبت این ساس را مزه داره سیرا میخواد به کمک شده روی مرغ بندازم دوستان عزیز ای بود کباب مرغ یا کباب داشی که من روز برش ما پخته کردم امیدوار هستم که از این ریسیپی ما استفاده کنین و پخته کنین و فامیل های عزیزتان رو شجان کنین واقعا کباب مزه‌دار است به این شکل پخته میشه و در آخر اجازه بدین که تشکر کنم از چین عزیزی که چنل ما را سابسکرایب میکنین کامنت میگذارین و لایک میکنین و امیدوار هستم که از این بعد هم چنل ما را سابسکرایب کنین کامنت بگذارین و برای ما ایمیل بری کنین و چنل ما را با دوستایتان شریک بسازین انشالله تا ویدئوهای بعدی شما را به خدای پاک و مهربان بسپارم خداحافظتان در حفظ امان خداوند باشید